صعود شیرین و مقتدرانه اینتر میلان به فینال چمپیونز لیگ با برد در دربی رفت و برگشت دل مادونینا. از اونجایی که بازی رفت رو آسه میلان باخته بود، بازی برگشت رو بهتر آغاز کرد و همون در دقیقه 11 روی حرکت عالی و پاس کاتاک تونالی فرصت برای براهیم دیاز فراهم شد، اما ضربه اون رو اونانا خیلی خوب جمع کرد و نذاشت دروازه اینتر میلان باز بشه. اینتری ها این حمله میلان رو خیلی زود جواب دادن. این بار روی پاس دومفرایز و ضربه بارلا میرفتن دروازه میلان رو باز کنن که سیو مانیان مانع از باز شدن دروازه آسه میلان شد. در ادامه بازی متعادل پیش میرفت تا اینکه در دقیقه 37 روی حرکت عالی رافائل لیاو دفاع ها رو جا گذاشت و ضربه اون خیلی نزدیک به تیرک عمودی دروازه اینتر میلان رد شد و توپ به بیرون رفت تا این حسرت برای میلانی ها باقی بمونه. هر حمله آسه میلان با یک حمله جدیتر از طرف اینتر جواب داده می شد. دقیقه 39 روی سانتر هاکان چالهانوغلو ضربه ادین ژکو رو مانیان خیلی خوب سیف کرد و در نهایت این نیمه اول جذاب با تساوی 0-0 به اتمام رسید. در شروع نیمه دوم اصلا بازی جذاب نبود و خیلی سرد دنبال می شد. اما در نهایت در دقیقه 74 روی پاس رومل و لوکاکو فرصت برای کاپیتان اینتر لاوتارو مارتینز فراهم شد و ضربه پای چپ اون به تور دروازه آسه میلان بوسه زد و بازی رو یک هیچ به نفع شاگردان اینزاگی جلو انداخت. در ادامه آسه میلان اصلا جونی برای حمله کردن نداشت. حتی میرفتن در دقیقه 76 روی چیپ لاوتارو مارتینز گل دوم رو هم دریافت کنن که مطابق معمول مانیان سد محکمی بود و نذاشت دروازه آسه میلان برای دومین بار باز بشه. و در نهایت دربی جذاب دل مادونینا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در مجموعه رفت و برگشت با نتیجه 3-0 به نفع اینتر میلان تموم شد و اینتر پس از 13 سال به فینال چمپیونز لیگ راه پیدا کرد. آخرین بار اونها با ژوز مورینیو به این مرحله رسیده بودند که تجربه قهرمانی در این مرحله رو با ژوز مورینیو تونستن به دست بیارن. در اون سال اینتر با شکست بارسلونا راهی فینال شد و بایرن رو هم در فینال شکست داد و حالا باید منتظر باشه در فینال با منچستر سیتی باید دیدار کنه یا رئال مادرید. و نکته آخر از این بازی اینه که آسه میلان برای چهارمین بازی پیاپی مقابل اینتر شکست خورد و در این چهار بازی حتی یک گل هم نتونستن به ثمر برسونن. در نهایت تبریک میگم به همه شمایی که هوادار اینتر میلان هستین و همینجا در کامنت ها پیش بینی کنید که منچستر سیتی به فینال میرسه یا رئال مادرید. در نهایت امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.